از صدای گذر آب چنان میفهمم تندتر از آب روان عمر گران میگذرد. زندگی را نفسی است، ارزش غم خوردن نیست. آنقدر سیر بخند تا که ندانی غم چیست. سلام، خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید لحظه لحظه زندگیتون سرشار از شادی و سلامتی باشه. بازم یه هفته دیگه با برنامه رنگ زندگی مهمون خونه های شما عزیزان دوست داشتنی هستیم. مرسی از اینکه با انتقادات و پیشنهادات خوبتون ما رو در بهبود این برنامه یاری میکنید. مثل همیشه با ما همراه باشید. از زمستون و سرما خوردگیش به سلامت عبور کردید، ولی به خاطر عفونت سینوسا، آبریزش بینی، سرفه و خارش پوست زمینگیر شدید. به این حالت آلرژی فصلی گفته میشه و هر سال تعداد زیادی رو به خودش درگیر میکنه. حتی در یک تحقیق نشون دادن که 55% کارکنان یک کارخونه درخواست مرخصی به علت آلرژی داده بودن. همچنین آلرژی به گرده ها از شایع ترین نوع آلرژیه، ولی شاید براتون جالب باشه که بدونید سیستم ایمنی بدن مقصر اصلیه. معمولا مواد آلرژیزا بی خطر هستن، ولی سیستم ایمنی اون رو به عنوان یک مهاجم خطرناک تلقی میکنه و از خودش هیستامین ترشح میکنه که باعث اتساع عروق خونی و خارش چشم و پوست و سرفه میشه. همچنین آلرژی به نوع ژنتیک هم بستگی داره. شما میتونید زمانی که دمای هوا بالا میره پنجره ها رو ببندید، تهویه هوا رو روشن کنید و تا جای ممکن از پنکه استفاده نکنید، چون پنکه باعث پراکنده شدن و معلق شدن مواد آلرژیزا در هوا میشه و آلرژی رو تشدید میکنه. همچنین اگر حیوان خونگی داشته باشید، باعث پراکنده شدن موهای حیوان در هوا میشه. یه سر با تو فرمان میزنیم و برمیگردیم. مدت پیش خبری در رابطه با نحوه تشخیص محتویات خمیر دندون‌ها از روی نشونه‌های کوچک پایین لوله خمیر دندون در فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده‌ای منتشر شد. محتوای خبر این بود که زمانی که شما خمیر دندون می‌خرید، اگر متوجه این نشونه‌های کوچک باشید، می‌تونید به محتویات خمیر دندون پی ببرید. حتی گفته شده بود اگر این نشونه کوچیک به رنگ سبز باشه، محتویات خمیر دندون کاملا گیاهیه. اما تحقیقات گسترده ای نشون داده که این خبر واقعیت نداره و شایع است. به این نشونه های کوچیک ایمال گفته میشه که نقش مهمی در بسته‌بندی مدرن داره. چشم الکترونیکی دستگاه بسته‌بندی بر اساس این نشونه ها محل دقیق تا کردن و پرس کردن خمیر دندون رو مشخص میکنن و این نوارها میتونن به هر رنگی باشن. پس این بار که به خرید خمیر دندون میرید، لازم نیست که برای فهمیدن محتویات خمیر دندون به این نشونه ها دقت کنید. فقط کافیه قسمت مواد تشکیل دهنده رو مطالعه کنید. یه بخش گزاری رو با هم میبینیم و برمیگردیم. بدون توجه به تشنگی آب بنوشید. نوشیدن آب ارتباط مستقیم با طراوت پوست داره. همچنین یکی از مهمترین فواید آب نوشیدن زیبایی شادابی پوسته، به ویژه برای خانوم ها. یکی از مهمترین علتهای گود افتادن پای چشم کبابی بدنه. همچنین بعضی از افراد فکر میکنن چون در روز 6 لیوان چای مینوشن آب بدن رو تأمین میکنن، ولی از چای به عنوان یک دفع کننده نام برده شده و از اونجایی که وزن وسیعی از بدن رو آب تشکیل میده، ما نیاز داریم که آب توی بدن بمونه. میتونید از آب میوه های طبیعی به عنوان یک جایگزین خوب استفاده کنید، ولی منظور ما از آب میوه های طبیعی آب میوه های صنعتی نیستن که روی اونها نوشته شده آب میوه طبیعی. منظور ما آب میوه هایی که خودمون توی خونه تهیه میکنیم. ولی یادتون باشه که مصرف خود میوه بهتر از آب میوه طبیعیه.
همچنین تصور دیگه ای که خیلی از افراد فکر میکنن با نوشیدن آب چاق میشن و میگن ما حتی اگه آبم بنوشیم چاق میشیم، ولی باید به اون دسته افراد بگم آب هیچ کالری نداره و نه تنها وزنتون رو بالا نمیبره بلکه باعث تنظیم وزن هم میشه. و در آخر بهتون بگم که روزی 5 تا 8 لیوان آب بنوشید و به سالم بودن بدنتون کمک بکنید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. در این بخش میخوایم در رابطه با ترکیب مواد غذایی صحبت کنیم که باعث افزایش جذب آهن در بدن میشه. اگر در تلاش هستید مصرف گوشت قرمز رو کاهش بدید یا اون رو کلن قطع کنید، این مسئله رو حتما میدونید که با انجام این کار بدنتون دچار فقر شدید آهن میشه. مسلما مواد گیاهی هم حاوی مینرال هستن، ولی به سادگی جذب بدن نمیشه. تنها 2 تا 20% آهن موجود در مواد گیاهی از طریق سیستم گوارشی به خون راه پیدا میکنه. این مقدار در گوشت حیوانات بیشتره. اما با چند ترکیب ساده میتونید این مشکل رو حل کنید. با اضافه کردن مقدار ویتامین C به وعده غذاییتون این مشکل به سادگی حل میشه. ما امروز چند تا ترکیب شما میخوایم معرفی کنیم. اولین ترکیب، ترکیب اسفناج با فلفل دلمه قرمز. اسفناج سرشار از آهن و فلفل دلمه قرمز ویتامین C داره. میتونید یک سالادی درست کنید و فلفل دلمه قرمز رو به اون اضافه بکنید. این ترکیب باعث میشه که جذب آهن در بدن شما از طریق مواد گیاهی افزایش پیدا کنه. ترکیب دوم، ترکیب عدس و کرم بروکسله. میتونید عدس رو به هر صورتی که دوست دارید طبخ کنید و درون کرم‌های بروکسل قرار بدید. از کرم بروکسل حتی میتونید به عنوان نون هم استفاده کنید. کرم بروکسل حاوی ویتامین C و همه ما میدونیم که عدس حاوی آهنه. ترکیب بعدی که میخوایم امروز بهتون معرفی کنیم، کرم بروکلی و گوجه فرنگی. میتونید یک سالادی درست کنید و از این دو ترکیب در سالادتون استفاده کنید. کرم بروکلی حاوی ویتامین و سرشار از آهن و همچنین گوجه فرنگی حاوی ویتامین C. آخرین ترکیبی که در این بخش میخوایم بهتون معرفی کنیم، توت فرنگی با شکلات تلخه. اگر تا الان نمیدونستین که شکلات تلخ حاوی آهنه، این یه خبر خوب میتونه براتون باشه. شکلات تلخ رو آب کنید و روی توت فرنگیتون بریزید و نوشه جان کنید. دیدید که به سادگی میتونید از طریق اضافه کردن مقدار ویتامین C جذب آهن رو افزایش بدید. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم. میخوایم در رابطه با مواد غذایی کم کالری صحبت کنیم. اگه از اون دسته افرادی هستید که اضافه وزن دارید یا دوست دارید وزنتون رو کاهش بدید، این مواد غذایی به شما توصیه میشه. همه ما میدونیم که مواد غذایی حاوی کالری هستن، فقط مقدار اونها متفاوته. بعضی ها کم کالری و بعضی ها پر کالری هستن. ما امروز میخوایم کم کالری ها رو به شما معرفی کنیم. اولین اونها قارچه. قارچ‌ها بسیار سبکن و مثل پر کاه میمونن. هر 100 گرم قارچ به زحمت 25 کالری وارد بدن میکنه، ولی از طرف دیگه حاوی پروتئین، مواد معدنی، فیب و آبه. ولی یادمون باشه از قوطه‌ور کردن و حرارت دیدن قارچ‌ها پرهیز بکنیم، چون روغن زیادی به خودش جذب میکنه و حالت رژیمی خودش رو از دست میده. ماده غذایی دوم خیاره. هر 100 گرم خیار تنها 8 کالری داره، ولی از طرف دیگه سرشار از مواد معدنی به خصوص پتاسیم و ویتامین های گروه خانواده B, C و کمی پیشساز ویتامین A و E هست. ماده بعدی فلفل تازه است. هر چقدر فلفل بیشتری به غذامون اضافه کنیم طعم بهتری داره. همچنین فلفل سرشار از ماده به نام کاپسایسینه که به سلاح مجهزی در برابر کلسترول معروف شده. و اما ماده غذایی آخر کدوه.
هر 100 گرم کدو تنها 15 کالری داره، ولی از طرف دیگه سرشار از مواد معدنی و همچنین ویتامین های مختلف و فیبره. یادتون باشه که این مواد غذایی کم کالری تنها باید بخشی از رژیم غذایی شما رو در نظر بگیره و بدن برای اینکه به فعالیت‌های خودش ادامه بده نیازمند یک کالری مشخصیه. یه سری به فرمان می‌زنیم و برمیگردیم. هفتمون همینجا به پایان رسید. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. همراهی شما مثل همیشه دلگرمی بود برای ما. یادتون باشه ما همیشه منتظر انتقادات و پیشنهادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه جهانی دریملند هستیم. هزار آرزوی بشر در مقابل یک تقدیر الهی محکوم به فناست. آرزو دارم خداوند امروز بهترین و زیباترین تقدیرها رو براتون رقم بزنه. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.